سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز درباره ایران نشان می‌دهد که ترکیه، ایران و چین در سال 2013 میلادی بیشترین روزنامه‌نگار زندانی را دارا هستند. در این گزارش آمده است پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با وعده تغییرات اساسی در کشور، تنها تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله چند روزنامه‌نگار آزاد شدند، اما اکثریت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که پس از انتخابات پرمناقشه 12 خرداد 88 و در پی اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند، همچنان در زندان به سر می‌برند. از آغاز سال 2013 میلادی 76 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند که 42 مورد پس از انتخابات خرداد ماه امسال بوده است. در این مدت 17 فعال رسانه‌ای به حبس‌های از 1 تا 9 سال محکوم شدند. 12 رسانه توقیف یا مجبور به توقیف انتشار خود شدند. رفتار غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در زندان‌ها همچنان ادامه دارد و بسیاری از این زندانیان در حالی که به شدت بیمار و در وضعیت خطرناکی به سر می‌برند، همچنان از حق درمان محروم هستند. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران با محکوم کردن دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت باید دید میان دولت مردان چه کسانی چنین خیانتی مرتکب شدند و زمینه این ارتباط را فراهم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دیوان عدالت اداری ایران افزوده است دیدار این هیئت با دو نفر از محکومین فتنه نشان داد که ریشه و آبشخور فتنه 88 در کجا بوده است. به افزود همزمان خواهیم دید همین کسانی که داعیه قرارداد هسته‌ای با ایران را دارند، در انتهای قرارداد شرایطی را برای جمهوری اسلامی تعیین می‌کنند که به فتنه سال 88 برمی‌گردد، که افرادی که در حصر و زندان هستند هم باید آزاد شوند. عباس علی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان میگوید توهین رهبران جنبش سبز به جمهوری اسلامی که آبروی اسلام است به اندازه سنگین است که شدیدترین احکام در قوانین هم قادر نیستند آنها را به طور واقعی مجازات کند. آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است تهمت به نظامی که آبروی اسلام بوده و تمام هم و غمش حرکت در جهت آموزه‌های دینی بوده خیلی سنگین تر از این هاست. بیشتر مجتبی ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه و روزنامه تندروی رسالت هم خواستار اعدام رهبران جنبش سبز ایران شده بودند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از 1000 روز است که در حصر خانگی به سر میبرند. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران از راه اندازی یک سامانه رادار دوربرد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفته این سامانه آرش نام گرفته و می تواند پهپادهای کوچک را ردیابی کند. در همین راستا خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اعلام این خبر در تلویزیون ایران گفت مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی هر از گاهی خبر از پیشرفت بسیار در زمینه فناوری نظامی می‌دهند، اما امکان تصدیق آن وجود ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با اشاره به اخبار شنود مکالمات برخی مقامات دولتی گفت جوی درست کردند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود هستند. آقای خاتمی در جمع استانداران دولت اصلاحات ضمن اعلام این مطلب خطاب به نیروهای امنیتی گفت لااقل صداقت در انتقال آنچه شنود می‌شود داشته باشید. خاتمی گفته است آنچه از من در بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود با خبرم که همه دروغ محض است. رئیس بنیاد باران گفته است امروز اگر از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم باید فصولی که مربوط به حقوق ملت است دقیقاً پیاده و از آن دفاع شود. اما یک مقام مسئول از برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه یک قبل از کریسمس خبر داد. در همین راستا سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت تعیین روز اجرای اقدام مشترک ایران و گروه 5 به علاوه یک منوط به توافق طرفین در مذاکرات فنی است و بازه زمانی 6 ماهه توافق ژنو از روزی آغاز می شود که این توافق اجرایی شود. در رویداد دیگر نیز علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آقای خامنه ای اعلام کرد سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته‌ای است.
یک مقام مسئول به خبرگزاری ایسنا گفت که برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قبل از کریسمس خواهد بود. وی با اعلام این خبر به ایسنا گفت با توجه به تعطیلات پایان سال میلادی به احتمال قوی مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 قبل از کریسمس برگزار می شود. در همین راستا سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با کاترین اشتون در بروکسل گفت توافق شد مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی با بیان اینکه در دیدار با خانم اشتون از مواضع آمریکا انتقاد شدیدی صورت گرفت، خاطرنشان کرد که خانم اشتون اطمینان داد که 5 به علاوه 1 مصمم به اجرای توافق ژنو و پایبند به تعهداتش میباشد. وی افزود در دیدار با اشتون ضمن انتقاد از مواضع غیرسازنده غرب و به ویژه مقامات آمریکایی تاکید کردیم که اگر مذاکرات بخواهد ادامه یابد باید از برخی زیادخواهی‌ها و اقدامات تحریک کننده اجتناب شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 هفته گذشته از 17 آذر ماه به مدت 4 روز در وین برگزار شد. اما با توجه به اقدام آمریکا در اعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران، این مذاکرات متوقف و هیئت ایرانی به تهران بازگشت. در همین حال، سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تعیین روز اجرای اقدام مشترک ایران و 5 به علاوه 1 منوط به توافق طرفین در مذاکرات فنی است و بازه زمانی 6 ماهه توافق ژنو از روزی آغاز می‌شود که این توافق اجرایی شود. مایکل مان این اظهارات را لحظاتی پس از دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اروپا و هلگا اشمیت معاون وی بیان کرد. و در رویدادی دیگر نیز علی اکبر ولایتی اعلام کرد سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته‌ای است. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات اتمی و توافقنامه ژنو گفت آنچه مربوط به سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات می شود ادامه مذاکره و پایبندی به آن چیزی است که توافق کرده است. ولایتی با بیان اینکه شرایط برای رسیدن به توافق هسته‌ای فراهم است گفت در حقیقت این آمریکا است که بیشتر از ایران نیاز دارد درباره موضوع هسته‌ای ایران فکری بکند و چاره‌ای بیندیشد. صحبت‌های آقای ولایتی که 16 سال وزیر امور خارجه ایران بوده و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌المللی است، نوعی حمایت از دیپلماسی خارجی دولت تلقی می‌شود. به عقیده آقای ولایتی، دولت آمریکا ناچار است به توافق ژنو پایبند باشد، چرا که به گفته او، ایالات متحده پس از تجربه شکست خورده عراق، افغانستان، لبنان و سوریه، حتما نمی‌خواهد که وضعیتشان در این منطقه به سمتی برود که به مصلحت آنها نیست. ولایتی همچنین تأکید کرد هیچ چیز نمیتواند مانع استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای در چارچوب قراردادهای بین‌المللی از جمله NPT بشود. چون به گفته وی ایران کار غیرقانونی نمی‌کند و اکثریت کشورهای دنیا از جمله اکثریت 5 به علاوه 1 هم این موضوع را تایید می‌کنند. در پی درگیری میان دو گروه رقیب از ارتش سودان جنوبی در جوبا پایتخت این کشور دست کم 26 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است این درگیری ها پس از آن آغاز شد که گروهی از ارتش به پایگاه گارد ریاست جمهوری حمله کردند. پس از آن سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی ریک مشار معاون برکنار شده خود را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرد. سالوا کیر و ریک مشار از دو گروه قبیله‌ای مختلف از رقیبان سیاسی یکدیگر هستند. دولت سودان جنوبی از زمان استقلال این کشور با دشواری‌های بسیاری برای تشکیل دولتی کارآمد روبروست. این درگیری‌ها چالشی بزرگ در مسیر پیشرفت سودان جنوبی ایجاد می‌کند که به عنوان فقیرترین کشور آفریقایی شناخته می‌شود. فرزندان 3 تن از وزیران دولت ترکیه و نیز شماری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند به اتهام سوء استفاده های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه های ترکیه، فرزندان وزیران کشور، اقتصاد، شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هاک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار گروه فتح الله گلن هستند صورت گرفته باشد. گروه فتح الله گلن یک گروه اسلامی فرهنگی اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شماری دیگر از کشورهای جهان است که در ترکیه حدود 4000 مدرسه خصوصی دارد. روابط این گروه با حزب رجب طیب اردوغان اخیراً تیره شده است.
درباره این موضوع و همچنین احتمال ملاقات برخی مقامات آمریکایی با گروه تازه تأسیس جبهه اسلامی سوریه در ترکیه، گزارشی داریم از همکارمان مهستان بختیاری از ترکیه. جبهه اسلامی که اخیراً از ترکیب 7 گروه اسلامگرای مخالف بشار اسد در سوریه تشکیل شده، در چند هفته اخیر موفق شده به شکل چشمگیری موقعیت خودش رو در عرصه تحولات داخلی سوریه تثبیت بکنه و خودش رو به عنوان یک بازیگر نوظهور در آرزوی تشکیل حکومت اسلامی در سوریه معرفی بکنه. حتی در یکی دو هفته گذشته در درگیری با ارتش آزاد چند انبار مهمات ارتش آزاد رو به تصرف خودش در آورد، موضوعی که بسیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو نگران کرد و باعث شد کمک‌های آمریکایی‌ها به ارتش آزاد متوقف بشه، با این دلیل که ممکن هست این تجهیزات در اختیار گروه‌های تندرو اسلامگرا قرار بگیره. اما با برآمدن این گروه و فعالیت‌های اخیرش در عرصه تحولات داخلی سوریه، زمزمه‌های مطرح بود مبنی بر ملاقات برخی از مقامات آمریکایی با سران جبهه اسلامی. امروز اما به طور مشخص آقای جان کری عنوان کرد که این احتمال و تمایل وجود داره که در آینده نزدیک ملاقاتی بین طرفین صورت بگیره. اما گمان زنی ها در مورد چرایی این ملاقات و دلیل رویکرد جدید مقامات امریکایی به گروه های اسلامگرا در سوریه متفاوت هستش. برخی اعتقاد دارن که مقامات امریکایی در این ملاقات تلاش میکنن تجهیزاتی رو که جبهه اسلامی دو هفته گذشته در حمله به مواضع ارتش آزاد به غنیمت گرفته و عمدتاً امریکایی هستن رو بازپس بگیره، که به نظر میرسه البته مسئله بسیار فراتر از این موضوع باشه. عده دیگه اعتقاد دارن که امریکا با این پیش‌فرض که جبهه اسلامی هیچ گونه ارتباطی با القاعده نداشته باشه، تمایل داره تا راهی پیدا کنه تا این گروه نیز در کنفرانس آتی ژنو 2 حضور داشته باشه. اما در خبری مربوط به ترکیه، در خبرها امروز داشتیم که پلیس تعداد 18 تا 20 نفر رو در ترکیه به اتهام فساد مالی دستگیر کرده، که در بین دستگیر شدگان 3 تن از فرزندان وزرای کابینه و یک تاجر سرشناس نیز حضور دارند. البته شبکه تیارتی ترکیه که یک شبکه رسمی و دولتی هستش، این خبر رو به صورت فشرده و کمی متفاوت تر منتشر کرد، بدون نام بردن از افرادی که وابسته به اعضای دولت باشن. عنوان کرد که پلیس تعداد 49 بازرگان سرشناس رو به اتهام فساد مالی دستگیر کرده، مشخصا هم به یک بازرگان و تاجر معروف ایرانی اشاره کرد به نام آقای رضا زراب، که اتفاقا همسر خواننده مشهور ترکیه ابرو گوندش هستش. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده، اما این احتمال وجود داره که دستگیری‌های امروز بیشتر مربوط هست به قول‌هایی که آقای رجب طیب اردوغان قبلا در زمینه مبارزه با فساد در ترکیه داده بود. منابع امنیتی ایران در استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه 27 آذر ماه از کشته شدن 3 تن از عناصر سپاه پاسداران ایران در منطقه سراوان واقع در این استان خبر دادند. رجب علی شیخزاده، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر گفت صبح روز چهارشنبه حوالی ساعت 6:30 یک دستگاه خودرو کارکنان مهندسی سپاه با یک تله انفجاری برخورد کرد که در نتیجه 3 نفر از پرسنل سپاه کشته شدند. گروه جیش العدل که در سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروه‌های بلوچ مخالف حکومت ایران جمهوری اسلامی را به تبعیض مذهبی و نژادی علیه مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان متهم می‌کنند، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهامات را رد می‌کنند. معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص درمان دانش آموزان روستای شیناباد میگوید تا کنون هیچ بودجه از سوی آموزش و پرورش در این خصوص به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است. محمود رضا محقق دلیل تأخیر درمان این کودکان را عدم تأمین منابع مالی دانست و گفت پیش بینی می شود به دلیل عمیق بودن سوختگی های این دانش آموزان، روند درمانی آنها 5 الی 6 سال به طول بیانجامد و شاید لازم باشد بر روی هر یک از این کودکان حدود 10 تا 13 عمل جراحی انجام شود.
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، هزینه درمان این کودکان را 5 تا 6 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت تاکنون هیچ بودجه‌ای برای درمان به وزارت بهداشت تعلق نگرفته، ولی قرار است دولت تا پایان سال جاری بودجه درمان آنان را تامین کند. دختران دانش آموز روستای شیناباد پیرانشهر در 15 آذر سال 1391 بر اثر آتش سوزی ناشی از بخاری نفتی در دبستان انقلاب اسلامی به شدت دچار سوختگی شدند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید نتایج یک پژوهش نشان داده است 71% مردم در تهران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی افزوده است پارازیت اندازی و جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای تاکنون تاثیرگذار نبوده، بلکه راه حل مقابله با دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای تولید محتوای جذاب و مفید است. علی جنتی همچنین با اشاره به کارآمد نبودن برخورد مقامات ایران با موضوع حجاب بانوان هم گفته است بیش از 3 دهه هست که در زمینه حجاب و عفاف تلاش شده، اما باید دید که جامعه الان نسبت به 10 سال پیش در چه شرایطی قرار دارد. وزیر ارشاد ایران همچنین از رواج دروغگویی، ریاکاری و خیانت در امانت در جامعه گفته و افزوده است باید علل آن بررسی شود. دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، محقق و نویسنده و اولین ایرانی دارنده جایزه انجمن جغرافیای فرانسه، طی نامه سرگشاده‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود ممیزی‌های پیش روی مؤلفان و ناشران به شدت انتقاد کرد. این نویسنده با طرح این پرسش که آیا ممیزی کتاب به نحو فعلی از نوع امر به معروف و نهی از منکر است، خطاب به وزیر ارشاد نوشته است اگر ممیزی کتاب از سنخ امر به معروف است، چرا آمرین معروف هویت خود را مخفی و پنهان می کنند؟ آقای پاپلی در این نامه سرگشاده می نویسد شیوه ممیزی کتاب با روش امروزی نه تنها اسلامی و از سنخ امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه از نوع سانسور کمونیستی، آن هم از نوع استالینی و قلدر مآبانه است. دانشجویان دانشگاه هنر تهران دست به تجمع زدند و خواستار استعفای رئیس این دانشکده شدند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دانشجویان خواستار برکناری بسیاری از رؤسای تندروی دانشگاه کشور هستند. در این خصوص دولت آقای روحانی تاکنون رؤسای چند دانشگاه را تغییر داده که مهمترین آنها برکناری صدرالدین شریعتی، رئیس تندروی دانشگاه علامه طباطبایی بود. زدند و خواستار استعفای فلا رئیس این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران در این تجمع شعارهایی چون رئیس بی‌لیاقت، استعفا استعفا و نیز شعارهایی علیه رئیس حراست دانشگاه سر داده شد و دانشجویان معترض خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در دانشگاه شدند. طبق گزارش رسانه‌ها روز گذشته فضای امنیتی سنگینی بر دانشگاه هنر تهران حاکم شده بود و به انهای مختلف از تلفن گرفته تا احضار دانشجویان تهدید شدند تا دست به اعتراض نزنند. حتی در حین تجمع نیز توسط ماموران حراست برای ایجاد ارعاب از تمام دانشجویان فیلم و عکس گرفته شد. تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در ادامه تجمع روز شنبه 23 آذر شکل گرفت و دانشجویان همچنان برخواسته خود که استعفای رئیس دانشگاه از پافشاری میکنند. در تجمع روز شنبه نامه خطاب به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرائت شد که در آن دانشجویان خواستار حضور کمیته از وزارت علوم برای بررسی وضعیت دانشگاه، برکناری رئیس فعلی و انتخاب رئیس جدید از میان اعضای خوشنامه هیئت علمی دانشگاه شده بودند. این نامه در تجمع دیروز نیز قرائت شد و به امضای دانشجویان رسید. همچنین دانشجویان و نمایندگان آنها تأکید کردند تا رسیدن به مطالباتشان دست به اعتراض خواهند زد و در صورتی که این امر تحقق پیدا نکند کلاس‌های درس را تعطیل نموده و از حضور در امتحان‌ها خودداری خواهند کرد. در همین راستا دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز روز گذشته میزبان هیئتی 3 نفره از بخش نظارت وزارت علوم بودند که با تجمع و نوشتن پلاکارد و سردادن شعار تلاش کردند اعتراضشان به نحوه مدیریت دانشگاه را به گوش مسئولان برسانند. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه هیئت نظارت وزارت علوم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدن کرد که در همین زمان برخی دانشجویان اقدام به تجمع موقت کردند. چندی قبل نیز دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا نسبت به مدیریت ضعیف دانشگاه اعتراض و خواستار فضای باز سیاسی و برکناری رئیس دانشگاه شدند.
در همین راستا فرجی دانا وزیر علوم در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه خود برای افزایش استقلال دانشگاه‌ها گفت که می‌خواهد به هیئت امنا بر اساس قانون برنامه چهارم اختیارات بیشتری بدهد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فرجی دانا گفت دانشگاه‌ها همه امور خود را از تشکیلاتی، اداری، مالی باید برنامه‌ریزی کنند و مصوبات آن را انجام دهند. به افزود که وزارت علوم اختیاراتی که از دانشگاه‌ها گرفته شده را برمی‌گرداند. وزیر علوم گفت برنامه ما این است که هیئت‌های امنا را به عنوان مرجع در امور قرار خواهیم داد و سعی کنیم دانشگاه را به یک دانشگاه پاسخگو تبدیل کنیم. وضعیت بسته و امنیتی دانشگاه در دوران احمدی نژاد باعث انتقاد بسیاری از دانشجویان و استادان دانشگاه شده بود. در دوره 8 ساله احمدی نژاد ده‌ها استاد بازنشسته اجباری و یا اخراج شدند و صدها دانشجو نیز ستاره دار و از تحصیل محروم شدند. با روی کار آمدن روحانی، یکی از خواسته‌های دانشجویان برکناری رؤسای تندروی دانشگاه‌ها بود و دولت اعتدالگرا تاکنون موفق به تغییر چند رئیس تندرو و اصولگرای دانشگاه‌ها از جمله صدرالدین شریعتی رئیس سابق دانشگاه علامه و نیز برکناری رؤسای دانشگاه‌های پیام نور اصفهان و گیلان شده است. منابع خبری از درگیری شدید بین هواداران رئیس جمهور برکنار شده مصر و نیروهای انتظامات دانشگاه قاهره خبر دادند. به گزارش رویترز، ده‌ها تن از دانشجویان هوادار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با برگزاری تظاهرات در اطراف دانشگاه قاهره خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت شدند. گزارش‌های رسیده همچنین از زخمی شدن 10 تن از نیروهای امنیت اداری دانشگاه قاهره در پی پرتاب سنگ و چوب از سوی دانشجویان هواداران مرسی حکایت دارد. دانشگاه اسیوط و منیای مصر نیز شاهد وقوع درگیری‌های شدید میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی بود. طالبان پاکستان با رد پیشنهاد دولت این کشور برای مذاکره تاکید کرده است چنانچه نیروهای امنیتی دست به هر گونه عملیاتی بزنند با آنها مقابله خواهد کرد. شهید الله شهید سخنگوی گروه شبه نظامی طالبان پاکستان اعلام کرد این گروه هرگز با دولت مذاکره نخواهد کرد چرا که به دولت پاکستان اعتماد ندارد. بر اساس این گزارش کمیته امنیت ملی پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که استراتژی دولت این کشور مبتنی بر تعامل با گروه‌های مختلف طالبان پاکستان برای از بین بردن افرادگرایی و فعالیت شبه نظامیان است. این کمیته از تصمیم دولت برای مذاکره با شبه نظامیان حمایت کرد ولی در عین حال تاکید کرد چنانچه صلح محقق نشود باید به اعمال فشار متوسل شد. اتحادیه عمومی کار تونست اعلام کرد گفتگوهای دولت و مخالفان برای تشکیل دولت جدید که قرار بود امروز چهارشنبه برگزار شود به روز جمعه موکول شده است. این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای علت این تأخیر را درخواست تعدادی از احزاب برای این مسئله دانست. قرار است در گفتگوهای روز جمعه جدول زمانی تشکیل دولت جدید و استعفای علی العریض نخست وزیر کنونی تونس مشخص شود. بنابراین گزارش دولت و مخالفان تونسی شنبه گذشته پس از چند هفته گفتگو بر سر انتخاب مهدی جمعه وزیر صنایع فعلی این کشور به عنوان نخست وزیر جدید به توافق رسیدند. این گفتگوها با میانجیگری اتحادیه عمومی کار و برای پایان دادن به بحران سیاسی در تونس برگزار شد. کاخ سفید اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین این آژانس را رد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ادوارد اسنودن تغییری نکرده است و آقای اسنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در پی معامله با اسنودن است تا در صورت بازگرداندن باقی مدارک طبقه بندی شده این کشور عفو شود. ادوارد اسنودن که متهم به افشای اسناد محرمانه دولت آمریکاست در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد. وی همچنین به طور ضمنی درخواست پناهندگی خود را از برزیل تجدید کرد. اسنودن در نامه‌ای سرگشاده که در یک روزنامه برزیلی منتشر شد برای همکاری با تحقیقات مجلس سنای برزیل در مورد شنودهای مخفیانه آمریکا اعلام آمادگی کرد اما افزود تا کشوری به او پناهندگی دائم ندهد عملاً قادر به این کار نخواهد بود. برزیل به درخواست قبلی پناهندگی اسنودن تاکنون پاسخی نداده است.
هینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند بار دیگر تاکید کرد که از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی همچنین از واجدان شرایط خواست در انتخابات سراسری که قرار است دوم ماه فوریه برگزار شود شرکت کنند. در همین حال نمایندگان کمیته اصلاحات دموکراتیک از کمیته انتخاباتی خواستند زمان برگزاری انتخابات سراسری را به تعویق بیاندازد. معترضان تایلندی در جریان اعتراض‌هایی که از چند هفته قبل آغاز شده است خواستار برکناری دولت شدند. معترضان معتقدند که تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند و برادر نخست وزیر فعلی پشت پرده قدرت در این کشور است. اعضای کنسرسیوم میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان توافقنامه سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری برای توسعه فاز دوم این میدان عظیم گازی را امضا کردند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی شرکت بریتیش پترولیوم، این توافقنامه خونی تازه در طرح‌های دیگر انتقال گاز به اروپا خواهد دمید. سالانه 16 میلیارد متر مکعب از گاز فاز دوم میدان شاه دنیز به ترکیه ارسال خواهد شد و از این مقدار 10 میلیارد متر مکعب از طریق خط لوله تاب به اروپا منتقل خواهد شد. قرارداد توسعه فاز اول میدان شاه دنیز در سال 1996 به امضای کنسرسیوم توسعه این میدان رسید. جمهوری آذربایجان هم اکنون سالانه حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز از فاز اول این میدان تولید گاز دارد. سهامداران شاه دنیز شرکت بریتیش پترولیوم، استات اویل نروژ، توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، سوکار آذربایجان و شرکت نفت ترکیه هستند. سخنگوی اخضر ابراهیمی اعلام کرد کنفرانس بین‌المللی سوریه در 22 ژانویه 2014 در شهر مونترو برگزار می شود. ترکیب و تعداد شرکت کنندگان در این نشست همواره مورد مناقشه بوده و هنوز هم روشن نیست که کدام یک از گروه های اپوزیسیون سوری یا کدام کشورها در آن حضور خواهند یافت. این نشست قرار بود در سال 2013 انجام شود، اما اختلاف نظر بر سر ترکیب شرکت کنندگان آن را بارها به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس انجمن مددکاری از شیوع بیماری خطرناکی به نام زگیل تناسلی خبر داد. به گفته وی تاکنون حدود 1 میلیون نفر با آن مبتلا شدند و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. مصطفی اقلیمی، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ادامه داد، در این بیماری زگیل‌های روی آلت تناسلی ایجاد می‌شود و در حین مقاربت جنسی به سرعت منتقل می‌شود. این زگیل‌ها سبب عفونت و سرطان می‌شود و افراد مبتلا همچنین نمی‌توانند دیگر بچه دار شوند. آقای اقلیمی هشدار داد راه مقابله با این بیماری واکسن است که در ایران موجود نیست و افراد باید آن را از خارج از کشور تهیه کنند و اگر وزیر بهداشت در این رابطه کاری نکند در آینده دیر خواهد بود. حمید خالقی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، از افزایش 85% طلاق در این استان خبر داد. آقای خالقی گفته است آمار طلاق در شهرستان‌های کرمان 85% رشد داشته است. احمد علی انجمروز، رئیس دادگستری شهر جیروفت، هم با بیان اینکه امروز قبح طلاق شکسته شده، خواستار یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش طلاق در ایران شده است. آقای انجمروز در این خصوص گفته است امروز بیشتر طلاق‌ها توافقی است و تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زندگی را برای آنها سخت می‌کند و تنها راه نجات را طلاق می‌بینند. ناصر سودانی، نماینده احواز در مجلس، از افزایش چشمگیر بیماری‌های خونی در استان خوزستان خبر داد و در مورد تنگی نفس هزاران نفر در این استان هم گفت علت اصلی آن عدم تعویض فیلتر مشعل‌های نفت و گاز به خاطر اعمال تحریم هاست. طی ماه‌های اخیر بارش باران‌های میکروبی در استان خوزستان هزاران نفر را راهی بیمارستان کرده است. ناصر سودانی در این حال خبر داد به جز پدیده جدید باران‌های میکروبی، این استان از چند سال گذشته با مسئله افزایش بیماری‌های ریوی و خونی مواجه بوده است و این موضوع 4 سال قبل به وزیر وقت بهداشت گزارش شد، اما هیچ گونه راهکاری برای مقابله با افزایش بیماری‌ها ارائه نشد. ناصر کرمی، سردبیر خبرگزاری محیط زیست، اول آذر ماه در مناظره تلویزیونی گفت آلودگی هوا در اهواز به 50% حد مجاز رسیده است و افزود 97% مردم اهواز طی نظرسنجی شهرداری می‌خواهند از این شهر بیرون بروند.
6 نفر در 3 روز گذشته در شهرهای قزوین، رشت و سمنان اعدام شدند. روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان از به اجرا گذاشته شدن حکم قصاص 2 نفر در زندان مرکزی این شهر خبر داده است. همچنین این روابط عمومی از اعدام فرد دیگری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در شهر رشت خبر داد. سرگاه روز یکشنبه 24 آذر ماه نیز فرد 46 ساله به اتهام قاچاق مواد مخدر در همین شهر اعدام شده است. روابط عمومی دادگستری استان سمنان هم از اعدام 2 نفر به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی سمنان خبر داده است. ایران پس از کشور چین دارای مقام دوم اعدام در جهان است. فعالیت زنان به عنوان مباشر و مشاور املاک در ایران ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسام اقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک گفت: مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شوند. به گفته است این موضوع را اماکن نیروی انتظامی به ما ابلاغ کرده و ما از این نظر محدودیت داریم. آقای اقبایی در ادامه گفته است دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند. و با بیان اینکه بانوان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک دریافت کنند، گفته است در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب، 800 نفر زن پروانه کسب دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی که به زادگاهش سفر کرده، در سخنانی با انتقاد از سوء مدیریت محمود احمدی نژاد گفت در آینده راه‌ها باز می‌شود. آقای هاشمی گفته است در دوره احمدی نژاد ایران به شرایط خطرناکی رسیده بود، به طوری که یا باید تسلیم می‌شد یا جنگ رخ می‌داد. آقای رفسنجانی همچنین از تحریم‌های جدید آمریکا هم انتقاد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً تحریم‌های جدید را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که با انتقاد مقامات ایرانی روبرو شد و ایران این اقدام را عملی خلاف موافقتنامه ژنو خواند. هرچند واشنگتن گفت که این اقدام در چارچوب تحریم‌های موجود و نه تحریم جدید بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به رفسنجان سفر کرده در سخنانی گفت که شرایط اقتصادی کشور و مدیریت سو در دوره پیشین باعث ایجاد خساراتی برای ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی گفت ما قبلا تحریم بوده و الان هستیم. تحریم بسیار جدی است. آخرین تحریمی که با تدبیر فعلا متوقف شد، اگر اعمال میشد ایران به طور کلی محاصره میشد و ما از راه‌های دریایی خود محروم شده و مشکلات فراوانی برایمان ایجاد میشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شما گمان میکنید که ما این شرایط را به وجود آوردیم، در صورتی که این هوشیاری و آگاهی مردم بوده که ما را از بحران نجات داده است. مردم ما امروز اکثریت تحصیل کرده و باسواد هستند و به ماهواره و اینترنت دسترسی دارند، اوضاع را رصد کرده و آگاهانه برخورد می کنند. هاشمی رفسنجانی اظهار داشت شرایط بدی بود، یا باید تسلیم می شدیم یا جنگ رخ می داد. اما مردم ما همانگونه که می خواستند شرایط اعتدال را در کشور حاکم کردند. این اعتدال مربوط به تفکر مردم است. وی افزود مردم برای نجات خود و کشور به این راه متوسل شدند. اولین قدم نیز خوب برداشته شده. البته انتقادات و اعتراضاتی هم هست، اما اولین گام برداشته شده و فضا آرام و مردم امیدوار شدند. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران گفت روز سه‌شنبه با نخست وزیر سابق ایتالیا دیدار داشتم. اون نیز میگفت ما اروپایی‌ها به خاطر عهد شکنی از آمریکا عصبانی هستیم و در جلسه شورای وزرای خارجه تصمیم گرفتیم مستقلاً تحریم‌های اروپا را کاهش داده و رفع کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت ما امیدواریم به تدریج تحریم ها برداشته شود. من می دانم در آینده راه ها باز می شود و بسیاری از چیزهایی که امروز در مضیقه هستیم برداشته می شود. هاشمی رفسنجانی اظهار داشت الان 4000 طرح عمرانی از دولت قبل مانده که برای آن هیچ اعتباری نداریم. به اندازه 240 تا 250 طرح پول داریم. این گرفتاری بزرگی است. وی اظهار داشت ما نفت و گاز فراوانی داریم. پتروشیمی ما میتواند در سال 40 میلیارد دلار برایمان از طریق صادرات پول بیاورد، اما در تحریم هستیم و دستمان بسته است. هاشمی رفسنجانی گفت الان تا حدودی راههای باز شده است. ما طلبهای زیادی از کشورهای مختلف داریم که نفت ما را خریدند، اما به دلیل تحریم ها نتوانسته این پولمان را بگیریم که به تدریج این راهها باز میشود و پولها برمیگردد.
اتحادیه اروپا روز اول بهمن ماه آینده را به عنوان زمان آغاز گفتگوها درباره پیوستن صربستان به این اتحادیه اعلام کرده و از اصلاحات دموکراتیک بلگراد و تلاش‌هایی که برای عادی‌سازی روابط با کوزوو انجام داده است تقدیر کرد. ایویکا داچیش نخست وزیر صربستان در این باره گفته است این لحظه تاریخی برای کشور است. صربستان و کوزوو از سال 2008 میلادی و زمانی که کوزوو با حمایت غرب اعلام استقلال کرد با یکدیگر اختلاف دارند. دو طرف در ماه آوریل گذشته و پس از ماه‌ها مذاکره با میانجیگری اتحادیه اروپا برای پایان دادن به درگیری‌های قومی میان اکثریت آلبانیایی‌ها و اقلیت صرب‌ها به توافق رسیدند. از کشورهای استقلال یافته یوگسلاوی سابق، اسلوونی و کرواسی عضو اتحادیه اروپا هستند. و اما یک خبر فرهنگی، آزیتا قهرمان، شاعر و مترجم ایرانی برنده جایزه پرنس ویلهلم از پنسوئد شد. این شاعر که تاکنون 6 مجموعه شعر به فارسی و 3 مجموعه شعر به سوئدی منتشر کرده، مترجم شعرهای توماس ترانستومر، شاعر سوئدی برنده جایزه نوبل ادبیات نیز هست. آزیتا قهرمان متولد سال 1341 در مشهد و مقیم سوئد است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. از طرف من و تحریریه خبر شب و روز خوبی برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.